این داستان امامت به یک شکل در تمام تاریخ بشریت بوده است. ما یه اعتقادی داریم که اگر امام در جامعه بشری باشد، جامعه بشری میماند. اگر یک روزی جامعه بشری باشد و درش امام حضور نداشته باشد، زمین اهلش رو فرو میبرد. این به نام اعتقاد به ماست که به ده جور مثلا بیشتر کمتر در روایت شیعه آمده شما ماشو هستی دولت حجت لساخت الارض و اهلها. اگر حجت نباشد، اگر امام در جامعه بشری وجود نداشته باشه، شخصیتی مثل شخصیت امام اگر نباشد، زمین اهلش را فرو میبرد. یعنی جامعه انسانی ادامهش، وجودش و ادامه وجودش وابسته به شخص امام. این حرف هست. بنابراین امام از روز اولی که بشر پاش روی زمین آمده، اولین بشری که روی زمین آمده حضرت آدم علیه السلام بوده، باید یک امامی در روی زمین باشد که اون امام اول حضرت آدم است. تا پایان جهان هم این امامت برقرار است. اگر یه روزی در آینده جهان هیچ کس از سلسله امامان وجود نداشت، دیگه بشری بر روی زمین نخواهد ماند. بنابراین امامت به یک معنا در تمام طول تاریخ وجود داشته است. حالا به همین معنی که میخوام در مورد ائمه خودمون بگیم که حالا بعد به حضرت صادق علیه السلام برسیم، این معنای از امامت ما میگیم مثلا بعد از حضرت آدم علیه السلام یه سلسله از فرزندان ایشان وصیه ایشان بودند. بعد از حضرت نوح علیه السلام سلسله از فرزندان ایشان اوصیاء ایشان بودند. بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام یک سلسله از فرزندان ایشان اوصیاء ایشان بودند. این وصیت همونست که نمخواه میگن امام. بعد از حضرت موسی یک سلسله اوصیاء ایشان بودند.
اولین وسیله از موسا که از هارون برادرش. البته هارون چون زودتر وفات کرد، بعد از حضرت موسا بی وسیل نمان، امکان نداره که یه پیامبری باشد و وسیله نداشته باشد. حضرت یوشع بود که قرآن ازشون نام میبره به من فتا، در سفری که رفتن برای دیدار خضر ایشون همراه بود. قال لفتاه و آتنا قضاءنا و بعد از حضرت مسیح علیه السلام حضرت شمعون بود که در زبان مسیحیانشون یا پتروس، پتروس یا شمعون، شمعون به زبان ماست، ما بگیم شمعون، در روایت ما نامشون شمعون مسیح بوده. همین میخوام بگیم اینن در عصر اسلام بوده. وقتی از پیامبر رحلت فرمودن، به سلسله از اوسیا بعدش بودن که اون اوسیا رو ما بگیم اهمه، بنابراین اهمه به من اوسیا، اینا در تمام طول تاریخ نظیر داشتن، آدم بود و اوسیا آدم، نوح بود، اوسیا نوح، ابراهیم بود، اوسیا ابراهیم، موسا بود، اوسیا موسا، ایسا همینطور. خب این دیگه حرف اساسی. وقتی این پیامبران میآیند، پیامبران صاحب الدین که ما اسمشون میگذاریم پیامبران اولوالعزم، اینا دستور زندگی میآورند، دستور زندگی، یه نظمی برای زندگی آدم خدای متعال در نظر گرفته است که اگر طبق اون نظم آدم زندگی بکند، سرانجامش به سعادت، هم سعادت دنیا هم سعادت آخر، یه نظمی هم مهدی ها میابند. دین اون نظمیست که انبیا از طرف خدای متعال می آورند. من بسیار مثال زن این نظم، این آقا مال مردم، مال مردمه، شما اجازه نداری یه حبه کوچکی از مال مردم دست بزن، اسمش میشه حرام. مال مردم برای تا این که صاحبش راضی بشه، مگر این که صاحبش راضی بشه. آقا بسر مردم نمیتونی هر چی دلت خواست بگی، یه حرفایش حرومه. اگه اون چیزی که داره میگی اون آدم اون کارو نکرده باشه، میشه اسمش توبخت، این حرامه. اگه اون کار کاری باشه که اون کرده باشه، وقت علمی کرده، خود علمی رو گفتم اب نداره، اگر علمی نباشه، اون کار رو علمی نکرده باشه، اگر من بگم میشه قیمت حرامه. نظمی که انبیا آوردن ایناست. خب این نظمی که انبیا آوردن موافق میل بسیاری از اهل هوا و هوا است. اگه قدرت پیدا کردم دلم میخواد مال مردم غارت کنم، و اگه میگن مال مردم دست من حرامه، اجازه نداره یه سر سوزن مال مردم رو تصرف کنی،
اون مخالف هوا و هوس منه. پس اون نظمی که پیامبران یا آمند مخالف هوا و هوس بسیاری است. دوست ندارم. اونها میافتن به جون این دین. صاحبان ثروت و قدرت میافتن به جون این احکام، این نظامی که پیامبران آوردن. این که ما معتقدیم همه ادیان آسمانی گذشته بعدی که اصلا به کلی از بین رفته است، ما از دین حضرت ابراهیم هیچ خبر نداریم، از کتاب آسمانی که حضرت ابراهیم داشته است هیچ خبر نداریم، از داستان حضرت نوح ما هیچ خبر نداریم. اون دوتا پیامبری هم که از کتاب آسمانشون اندک خبری هست، ما میگیم این پر از دستبرد بشری است. بشر همه جای این کتاب آسمانی و این دین که اصلش صحیح بوده، از طرف خدا آمده بوده، یک پیامبر واقعی مأمور بوده و همه جاش دست دادن. نمونه این که مثلا در مسیحیت دیگه از این بدتر نمی شده، خداش صدا خدا خودشون هم آسمان میرن زمین که توجیهش کنه که خواهی توجیه نیست. یک خداست در این حال، سه خداست در این حال، یک خداست. اینجور پیامبرش بر اساس کتاب آسمانی یکی از معجزاتش تبدیل کردن آب است به شراب، مثل عروسی رفتن کم اومد، این مثل اینجی حالا مثل صاحبان هوا و هوه هست، حالا قدرتمند هست یا ثروتمند هست، که ثروت هم قدرت می آورد. خب اینا به جون اون دین می افتن. یک حافظ می خواد دین همیشه، دین همیشه یه حافظ میخواد. وقتی که خود پیامبر بود، سیطره آسمانی پیامبر جلوی اینا را میگرفت، اونا رو خاموش میکرد، دستشون رو میرفت. اما بعد از اینکه پیامبر مثلا حضرت موسی از این جهان رحلت فرمود، جالب براتون عرض کنیم، میگیم که برای حضرت موسی تورات نازل شده. بله تورات هست، موسی نازل شده. خب تورات چیست؟ عبارت از پنج صفر، صفر یعنی کتاب بزرگ، پنج صفر، اسفار خمسه. اسفار خمسه داستان وفات حضرت موسی آمده که ایشون اینجوری وفات کرد، اینجوری براش عزاداری کردن، سینه‌زنی کردن، کجایشون دفن کردن، چجوری لشه جنازه کردن. شما میگید اینها از آسمان بر موسی نازل شد، داستان مرگ موسی. نجم رو بعد دست بردم توش دیگه. حالا خیلی بیشتر از این هست. خب یک حافظ میخواد،
چون بفهمن در رأس اونها سهیونی زبست و سرگفت دندان یه بود که سرگفت آلم در دست دارم. بنابراین ائمه ما علیهم السلام همونطور که بر ادیان گذشته اتفاق افتاده وظیفه حفظ دین داشته. خب همجا متوقف میشیم، اگر مردم رفتن در چنبره هوا و هوس صاحبان هوا و هوس، صاحبان قدرت و ثروت، خب امام یا بفهمید وصی پیغمبر تنها میمونه. اگه تنها میمونه یه نوع وظیفه داره، اگه مردم با کمک بکنن یه وظیفه دیگه، اگر مردم با امامشون بعد از وفات پیغمبر کمک میکردن هیچ چیز از دین دست نمیخورد، همه چیز بر جای خودش بود. جامعه دقت کنیم، جامعه اسلامی زمان پیغمبر یک جامعه مثال زدنی بود. اگر کسی میخواست مثال بزنم در طول تاریخ ها، تمام طول تاریخ ها میخواست یک جامعه مثال بزنم، که برام عدالت به روی کامل حکومت میکنند، جامعه که پیامبر رهبری و مدیریت اونو داره باید مثال بزنه. قرآن میگه، میگه این جامعه آیش کجاست؟ آخرین آیه سوره انافتن، اونجا میگم که ذالک مثل هم فتورات، این جامعه اینجوریه. بعد مثل این جامعه در تورات اینجوری زده شده و بعد در انجیل مسئلش اینجوریه. این تاریخ اسم بردن از جامعه‌ای که پیامبر در ره در رهسال قرار داشته رهبری میکرد، اگر مردم همراهی میکردن این جامعه باقی میماند و همین شد تا امروز. بشریت در بهشت زندگی میکرد تا پایان جهان اگر مردم همراهی. اما مردم بخشی سکوت کردن که ببینید یه روزایی وای یه روزای سکوت مثل سکوت کردن بخش بزرگی از مردم بعد از وفات پیغمبر سکوت کردن، یه بخشی هم افتادن میدون به جنگ قدرت. خب صاحبان هوا و هوس بردن قدرت بعد از پیامبر، حکومتی بر اساس هوا و هوس تشکیل شد. حالا امام تمام میدونه مکرره مثلا شنیدی هی فرمود که کسانی که شما را چه کردن فرمود که فردا صبح سر بتراشید، شمشیر ببندید، بیایید. سه نفر آمد باز فردا شب آمدن در خونه ایشون، فرمود سر بتراشید، شمشیر ببندید، فردا صبح باز همون سه نفر روز اول، روز سوم سه نفر چی میتونم شد، سه نفر بیشتر ایشون همراه و یاور نداشت.
شد امام به عنوان یه نفر، به عنوان یه نفری وظایف یه نفری خودش رو، تنهایی خودش رو باید عمل کند. اگر سمیت بود عرض کردیم یاران میماندند، یاران پیامبر، اونا یاران پیامبر بودند تا پیامبرم زنده بود، همراه بودن. حالا اونا اگر یار امیر مومنین میماندند، ادارت همچنان برقرار بود، دین دست نخورده میماند، امام چون همراهی نکردن امام شد تنها. حالا باید وظایف تنهایی خودش رو عمل کنه. وظایف تنهایی ما بیش از این نیست که چراغ دقت کنید، چراغ دین حق را روشن نگه دارد. در همین چراغ دین حق روشن بمانه. پای این 11 امام مشکل شده با حفظ چراغ دین، روشن ماندن در آن چراغ دین. ما عرض میکنیم که ائمه ما برای این کار معجزه ها کردند، کاراشون از نوع معجزه بوده است، برای حفظ دین، برای نگه داشتن روشنایی این چراغ. هزار راه دیگر بود، یک چراغ هم در یک گوشه از عالم اسلام سوسو میزن که اگر کسی میخواست میتوانست به سوی اون چراغ بیاید. روز اول امام بود، هم سه نفر یاری حضرت صادق علیه السلام عرض کردن که آقا تعداد ما خیلی کمی است، مثلا مثل یه همچی جمعیتی تو که همچی اتاق ما دور هم جمع بشیم، اتاق مثلا پرم نمیشه، بخشی بعضی جاش خالیه. فرمود که تو چی میگی در رکاب امیر المؤمنین مثلا در جنگ صفین پرس بود 50,000 سرباز بود، اما چند نفر کمی رو مامینی بود معتقد بود؟ چرا 50 نفر هم نبود؟ 50 نفر همراه نبود. اگه مطلب روشن بشه، عمار یاسر رو پیغمبر فرموده بود که الحق و من عمار، پیغمبر الحق و من عمار. این خوب اصحاب پیغمبر شنیده بودن در خدمت امیرالمومنین، در رکاب امیرالمومنین آمده بودن اینا، اما دنبال عمار راه می رفتن. اگر عمار از یک تپه بالا می رفت، اینا دنبال عمار از اون تپه بالا می رفتن، اگر پایین می اومد از اون. یعنی اینقدر حقانیت امیرالمومنین برش روشن نیست، حقانیت عمار روشنه، می دونه عمار بر حقه، آن کسانی که عمار را می کشن ناحق هم، ظالم هم، ستمگر هم، اینو میدونم، اما نمیدونم که امیرالمومنین بر حق. داره توی تاریخ هر جا همار میره همراهش میرسن، کیا؟ اصحاب پیغمبر. اینا دین دارن اما نمیفهمن و حق و باطل معتقده. براش معیار حق شده اما نه معیار حق امیرالمومنین. برای چه از فرمود که در رکاب امیرالمومنین مثلا 150,000 بود، یه بعض از این حالاش اینه که
در جنگ سفید سال 50,000 سرباز در رکاب امیرالمومنین بوده. با مثلا 50,000 سرباز اینجا می جنگید. خب بسیارشون شهید شدن اما باز نمیشون امیرالمومنین. ببینید باید اهمه اوسی ها بیان این را به آن اندازه حفظ کنن که اگر کسی بخواهد حق را بیابد بتواند. امروز در عالم اگر کسی بخواهد اسلام رو اسلام حق داره میگه اسلام دیان داره اسلام حق را بداند به شناست میتواند. مجاهدت میخواهم رنج دارم اما میتواند میشه. اینجور چون یه نفر بیشتر دیر یه نفر اون یه نفر مردی حضرت صادق علیه السلام بود چه کار کرد؟ یه کار بزرگی که حضرت صادق علیه السلام کردن که این کار کاری بود که پدر بزرگوارشون هم کرده بودن. راهی بود که از زمان حضرت باقر علیه السلام شروع شد. این بود که صحیح از اسلام را به مردم معرفی کنند. اسلام صحیح، اسلامی که از بعد از وفات پیامبر تا زمان حضرت صادق علیه السلام در دسترس مردمه. صد تا کجی کولگی پیدا کرد. توحیدش مشکل ببینه، پیامبرش مشکل ببینه، اعتقاد به مردم اعتقادشون در توحید مشکل داره، در نبوت مشکل داره، در نمازشون مشکل داره. بسم الله را از نماز حذف کرده است. حضرت صادق ائمه ما فرمان این احمد و الى اعظم آیت من کتاب الله بزرگترین آیه قرآن را اینا از نماز حذف کرده. در نماز بسم الله نمی گوید، حمد بسم الله می گوید اما سوره میخواد سوره کنه انا انزلناه فی لیلة القدر بسم الله نداره. خسی بعدن نمیشه. دستور قرآن نیست که سر و پایتان را مسح کنید. شستشو می شود که محص به آخر در حج در نتونه روزه ما همه چی دیگه همه شد. اون چی که وظیفه امام هست این که اسلام صحیح را به مردم برساند. اگر کسی بخواهد اسلام صحیح را بداند عمل کند راه داشته باشد. بنابراین یک کار بزرگ ائمه علیهم السلام این بود که
بخصوص از ماه مزد سال شاگردانی شاگردانی در نمیدن که حالا شما مثلا میگویید در تاریخ آمده هست که 4000 شاگرد از صادق علیه السلام خواسته دانش اسلام صحیح و حقیقی را به عالم برسانه، هر کسی را یافته است دو تا کلمه بهش یاد داده. این هایی که امام الله اسلام را آمده است بعضی دانشمندان بسیار بزرگ بودند که الان ما واندار اونا هستیم، زحمات اونا باعث شده است که اسلام